سلام. چه هودی خوش رنگ و قرمه برام لعابی. قبلا پوشیده بودی توی پادکست؟ تو کومان پوشیده بود. مطمئن نیستم تو کومان پوشیده بودم حتما. رنگ شکر رنگای مورد علاقه. قرمه برام. فیلسونه. فیلسون برند مورد علاقه من جدیدن. پول بهتون میدن؟ نه. واقعا من فقط پول بهشون میدم. اسمشون به راحتی نمیگم. برند خوبیه. برند خیلی خوبیه فیلسون. اینم از کوروش یاد گرفتم واقعیتش رو بخوام. ولی خیلی برند باحالیه. همه چی چیزه خیلی خاص. خاص که مثلا برای کسایی که کار میکنن توی نیوردن تریدهای مختلف. آره. نه نه چی پرسی شما؟ چرا هدفون نداری؟ گفتم که متاسفانه از خاطرم رفت. آره خلاصه مال فیلسونه. ما دوباره زردیم یا دیگه از گرز گتس دیگه الان، ولی امیدوارم که بعدا بهتر بشه. میدونی تنها نوری که توی اتاق زرده دیگه. هیچ جوره ما رو به خاطر تاثیرمون اصلا نمیخوام. بله یه کامنت هم در این مورد اومده الان. به خاطر چی میخوان؟ چیه کامنت؟ گفتن حالا آخه یه سری گفته بودن داستان این که ویدیو لایک خورد و اینها، بعد یه دوستی جواب داده بود که آره یکم شاید ویدیو مسئله داشت، ولی مهم کیفیت مطالبی که گفته میشه. نه تصویر مهمه و همینجا خودمون رو دیس میکنم و میگم که اشتباه بوده و تصویر مهمه. ولی بحث لباس کرد فرهاد، این علی اصغر یه رفته بود یه اپیزود پیدا کرده بود از سال 2019 که من همون لباسی پوشیدم که مثلا اپیزود قبل پوشیده بودن. اون دیگه چه بود؟ با علی اصغر اتفی ترک اون کرد خلاص. ول کن شل. چه خبر؟ هفته ها چطور بوده؟ خوب خدا شکر مکم ایونت فول بوده. بگو ببینیم قبلش من ایسی بگم. بفرمایید. ببخش من اول هی صدام میگیره نمیدونم چرا. و دوم این که ما یه هفته نبودیم، همه ما مسافرت بودیم، جاهای مختلف بودیم. الان میشد چی میشد وینتر بریکمون دیگه میشد تعطیلات کریسمس و سال نو فلان اینا، برای همین شرمنده. ولی برگشتیم داریم چی میگن داریم سعی میکنیم برنامه‌ریزی جامعه بکنیم برای ادامه فصلمون. هفته سختی داشتی گفتی یه چند روزم زودتر با میکنسی ضبط کنیم که یعنی بیشتر از یه هفته شد. آره اونم که من نه منم نبودم، منم دیشه اومدم. آره من حالا میگم من رزولوشن رو شروع کردی؟ آره آخ دیگه. آره. ایمان رو فقط به از وسط اوه دشت من پیدا کنیم. من دیشب برگشتم، حالا میگم کجا بودیم. بگو چه خبر؟ هفته پیش که گذشت شنبه من رفته بودم خرید در مرکز خرید شهرمون کاسکو کوکیتلام. نه مال کوکیتلام سنتر. اوه شنیدم. آره. یعنی گفتی خب. آره بعد از اون مغازه که خرید کردیم اومدیم بیرون یهو دیدم یه حجمه آدم زیاد دارن با وحشت میدوئن. خب یعنی میدویدن سمت ما که برن از در خارج بشن. منم خب خیلی دوست دارم این صحنه. بله آره. بعد گفتم کنار وایسا ببینیم داره چه اتفاقی میفته، مطمئنا ان شاءالله تیر به ما نمیخوره. ان شاءالله. چرا اسامشن؟ بعد پلیس پشت سر اینا میدوید. من فکر کردم یه دوزی چیزی لابلای این جمعیت بوده. سری برگشتم دوزه رو ببینم مثلا منم برم دنبالش. فرش منو گرفت. میدونی که نباید تو کار پلیس دخالت کنی. اینو میدونی دیگه. پلیس سری دورتر بود. شاید اگه با شما برای شما میگه قتل بوده داشتید زنگ زده بودید بپرسید چی شده. بله بفهم. خلاصه ولی سرب کردیم و اینا دیدیم که پلیسا ندویدن دنبال جمعیت. پلیسا رفتن مستقیم توی اپل استور. اوه و همون لحظه که داشت اتفاق میافتاد همه مغازه‌های مال این حالت اضطراری شروع کردن درا رو بستن و چراغاشون رو خاموش کردن. خب اینا میدونی که با گرون فروشی خیلی چیز میکنن پلیس. مقابله. بله بله. خب آیفون ارزون کنی. ایشون رد داده کلن. اگر چیز خیلی عجیب میبینیم بدونیم که فرضاً کاملا رد داده مدت هاست. بله نه دیگه ایشون به پشتش هم دیگه تیزیست تاساز نیست. و ما همینجور وایستاده بودیم اون وسط و راه پس و پیش نداشتیم و هی پلیسا به ما مثلا تشر میزدن که آقا تکون نخورید. منم خب واقعا دوستشم تکون بخورم بذاریم صحنه رو ببینم. بعد از اون کنار میدیدی که کل کارمندای اپل استور با اون حالا تیشرتای قرمز که داشتن میدویدن برن اتاق پشت و یکی داشت گریه میکرد، یکی مثلا حالش بد شده داشت بالا میآورد. حتی یه نفر حالا اتفاقی که افتاده بود یه آقایی رفته بود مثلا یه جنسی بخره از اپل استور، توی کوله پشتیش یه نیمچه AK-47 47 دیده بودن، کلاشینکوف دیده بودن. ازش پرسیدن حاجی چی دیدن؟
و ایشون چی گفت؟ ایشون گفتن نه خیر. بله و آقا رو ریختن سرش، یعنی مثلا 6 7 تا پلیس، آخه دیگه دو نفر هم میتونن اینو جمع کنن، نیاز نیست 7 نفر بریزن بیرون. نفر ای کی وایس، حالا حالا اسمشو نگیم. آره آره جور دیگه میشه. بازی بود، اصل بازی. بعد آقا رو گرفتن و مثلا مرده میخندید، میگفت هیچ کاری نمیتونید بکنید، حالا میریم پاسگاه، وکیلم یاد درم میاره. اینا رو داد میزد اون لحظه که دیگه داشتن میبردنش از مال بیرون. وکیلشون کیه؟ بعد پرسی بهتر از سال دارو زنگ بزنی. آره خب هیچ، خلاصه ما با پلیسا رفتیم بیرون و ولی شوتینگی نشده بود، فقط توی این فلان شوتینگ نشد. آره تفنگی دیدن، دیده بودن. آره ریختن سرش. بعد ولی خب ماشاءالله تفنگایی که پلیسا هم داشتن خیلی زیبا و جذاب بودن، یعنی من همینطور خودم به پلیسا نزدیک کردم که بتونم یه تفنگ رو ببینم، تفنگ رو ببینم. این تموم شد و ما اومدیم خونه و همینطور تو فکر ببینم ناامنی شده و اینا. بله یه روز شلوغی هم بود، من گفتم من یه نیم ساعت میخوام بخوابم اگه دنیا کار کجا اجازه... تو خونه منزل شنبه رسیدن خونه، رسیدم خونه گوشی مسایلت کردم خب. به همکارا گفتم من یه نیم ساعت نیستم، سه ربع نیستم. خوابیدم، چشم گرم شد و دیگه اون لحظه اشغولانه با خواب بود، دیدم یه صداییه که تموم نمیشه. بله زوزه دیدی یه دو لول داره صدای پلیسا، صدای معمولیشونه، بعضی وقتا یه جیغی هم میزنن. بله بله این همش اون جیغه بود. خب بلند شدم گفتم فرش من نمیدونم خواب داره اتفاق میفته اینا، خوابم یا بیدارم. خب هیچ دیگه هاج و واج پرده رو دادم پایین، دیدم واقعا بیرون پر این چرا نورهای پلیس بود، یعنی کامبینیشن نور آبی قرمز. رفتم توی تراس دیدم اوه هلیکوپتر داره بالا سر دو تا هلیکوپتر داشتن بالا سر این پارک روبرومون چرخ میزدن، کل بلاک و این پارک هست رو برو خونم، کل بلاک دور تا دورش و همه خیابوناش رو بسته بودن، پلیسا با این تفنگای خیلی بزرگشون وایسته بودن، رژه میرفتن داد میزدن. آره همین توی میرفتن میمدن میگفتن از خونتون بیرون بیرون. آره. خب کامنت هایی که میاد تلایی ها هم رو به افولیم دیگه، یعنی رو به جلو که میگفت کنسل شی اپیزود شب دیگه متوجه هم اسپشیاله متوجه هم، ولی متاسفانه یوتیوب اینو متوجه نیست، هفته در بدن ما نشسته هامته ایما میگفت رو به جلو. خب آره خلاصه اصلا خیلی عجیب غریبه، حالا یه فیلم هم ازش گرفتم، نمیتونم فیلم رو منتشر بکنم ولی بعد نشون میدم که دلای امنیتی داره. چی؟ اپل کامنتایی که میدادن. اپل استور فیلم گرفتی یا اپل استور دی... خونه رو؟ خونه رو فیلم گرفتم. خونه خیلی اکشنش بالاتره. خب لایو اینستاگرام میدادی؟ نشو. بعد تو اکانت خودت هستی. فیلم گرفتم اینا. بعد مثلا ماشینه ماشینای سیاه شروع کردن اومدن. این ماشین بعد ارتشیا. آره. خیلی عجیب غریب بود. دلهوره فلا اینا دو ساعتی طول کشید. حس کنم یکی میاد تو. نه دارم میرم بیرون. و در آخر ما نفهمیدیم چی شد اون لحظه، ولی مثلا فرداش کاشف عمل اومد که توییتر اعلام کردن که یه درگیری بود و یه نفر تیر خورده و اون نفر هم جان باخته. ولی خدا رو شکر حالا این اتفاقاتی که داره میفته همش در اون گروهیه، یعنی این نیست که مثلا یه آدمی بیاد مثلا یه رندومی کیو بزنه، آره رندوم این گنگ فرد جامعه رو بکشه، همش در اون خانوادگیه. آره سه روز پشت سر هم بوده، یعنی تو هر روزی نه تو یه روز میگم نه روزای قبلش هم بود دیگه. آره روزای قبلش هم بود، دو تا بلاک پوینت تر بود یکم شهر ما ناهم شده. باید تشریف بیاریم بیرون. واقعا دارم به این قضیه فکر میکنم بسیار جدی، چون شهر ما یکی از امن‌ترین شهرها بود واقعا. مثل چیزه مثل سال اولی که ما اومدیم لین ولی که ما اونجا زندگی میکردیم شد ناامن‌ترین محله نورتون، دو سه تا کشته دادیم گله. همون آره یعنی تا ما اومدیم اینجا ناامن شد دیگه. ولی خب و خودت ولی اتفاق خاصی بعد نیفتاد، تو فقط مشاهده کردی. خدا شکر نیفتاد، من فکر میکردم تو مال یه تیری رد و بدر بشه و منم اون وسط یه نقشی داشته باشم. حالا نمیدونی آقاری گرفتن آوردن بیرون نگرفتن چی شده. ببین طبق سیستم قضایی که اینجا داره من فکر کنم یارو یه هفته دیگه بیاد بیرون. یه هفته ولی تو ما آره همون لحظه داشتن تفهیم اتهام میکردن بهش، گفتن تا دوشنبه من میشنیدم گفتن تا دوشنبه رو بخوای نخوای توی بازداشتگاهی تا خوب. دوشنبه تکلیفت معلوم بشه.
ولی این حرف از وکیلی که میزد، این وکیل فکر کنم این شنبه شب اینو درش رو باید پیداش کنیم وکیل رو، واقعا به کارمون میاد با این راوتی که ما پیش گرفتیم. یه همچین چیزی کلن ونکوور خیلی ناامن شده، ناامن‌تر از قبل شده. آره جای حتی همین مثلا مرکز شهر یا شهرهای کناری امروز من نیست. امروز من دیدم از کنار هیستینگز داشتم رد میشدم، یه خیابونه که پر از بیخانمانه و معمولا اونجا ساکنن، یه پارکی بود قبلا، دوباره مثل این که اینویت کردن پارک رو و ارتش اومد، یعنی لباسایی که اومده بودن همه ارتشی بودن، داشتن آدما رو میکردن بیرون، ولی یه کردن واسه اون پارک متوجهم، ولی یه درگیری شدید، یعنی تعداد آدمایی که تو اون پارک بود خیلی زیاد شده بود، برای همین من هرچی سریعتر از اونجا فاصله گرفتم و رفتم. شهر گس. آره هیستینگز هم خیابون عجیبیه. یکی از طولانی‌ترین خیابون‌های ونکوور. این قسمتی که ما راجع به شرف می‌زنیم یه چند بلاکه، مثلا شاید 10 بلاک یا این داره. جایی که من دیدم فقط همون پارکر رو دیدم و من داشتم می‌رفتم سمت گستان، فقط همون پارکر رو از پشتش می‌دیدم. شما چقدر؟ ما هیچ سروانتی. چه کاری کردی؟ کجا رفتی؟ خوش گذشته، خوش نگذشته، چی داری برامون بگی؟ آره ما یه جاتون خالیه کنکونی رفتیم، چون میگن اشغالمون فقط تو کدوم قسمت شو رفتی؟ چند قسمت داره مگه؟ یکنه رو به جلو، فقط رو به جلو. آره خیلی نیاز بود که یه جای گرم بریم، که یه جای آفتاب باشه و گرم باشه، بتونی با آستین کوتاه شلوارک بری بیرون، انقدر این ور سرد و مرطوب بود دیگه نم کشید. حالا این هفته هم البته قرار سردتر بشه. آره از فردا اینا خیلی سرد قرار بشه. آخر هفته کاسکو کسی نرفت؟ من یه کاسکو رفتم، یه جوری شلوغ بود مثل زمان کووید که مثلا قرب قحطی بیاد، شلوغ بود. مردم داشتن آره مثل برای... که تو توییتر زده بودن که مواظب باشین و این سرما داره میاد برید حتما گوشت. همین من دقیقا حدسم همین بود. آره تخلیه شده بود قشنگ. آره خیلی هم شلوغ بود. خب آره یه کنکون رفتیم، خوب بود دیگه، چی باید بگم؟ جالب بود، خوش گذشت. آره جالب بود. بعد یه دوتا تور هم اونجا گرفتیم رفتیم. چیه؟ یاره تورای خودم میفتم. خب بگو. یه جایی رفتیم به اسم چیچنیتزا که یکی از عجایب هفتگانه دنیاست، از زمان مایاها مونده، خیلی باحال بود. بعد اونا یه چیزایی دارن اون اطرافشون به اسم سینوته که اون منطقه ظاهراً رود نداره، باید چیه بله. که اینا آبی، اصلا دلیل این که مایاها هم میگن منقرض شدن یه بخشش این بوده که خشکسالی میاد، بعد در واقع میرسه به زمانی که اسپانیایی ها وارد مکزیک میشن، تقریبا تا اون موقع خود مایاها منقرض شده بوده و اون تمدن عجیب غریبی که داشتن میگن خیلی پیشرفته بوده و اینا کامل از بین رفته. بعد قبل اینکه اون سینوتر رو بگم، یه چیز جالبی داشتن، حالا اونه که میدونن در جریان، یه حالت زمین فوتبال توره، یعنی تور لیدره که ما رو داشت میبرد اینجوری بود که بریم یه زمین فوتبال خیلی قدیمی بتونشون، یه بازی خیلی عجیبی غریبی دارن که یه حلقه بسکت رو تصور کنید به شکل عمودی، این رو دیوار یه جای بالایی وصله. خب یه سری توپ مخصوص داشتن که حالا شبیهشو به ما هم نشون دادم، من گرفتم اصلا خیلی سنگینه. بعد اینا باید بدون استفاده از دست و پا این توپ رو از توی اون حلقه که مثلا تو ارتفاع بهتون میگم 10 متری به دیوار وصله رد کنن. با چی میزدن؟ آفرین، با چی میزدن دیگه، به جز دست و پا هرچی بمونه ظاهرا میتونستن باهاش بزنن، ولی با هیپ میزدن، با لگن باید میزدن، با سوعسشون میزدن. خب بعد دو تا روایت هست، یکی ها میگن تیم برنده، یه سری دیگه میگن تیم بازنده قربانی میشدن. کلا مایه ها خیلی قربانی میکردن، خیلی چون آدم میکشتن. آره اینا به سایکل آف لایف پس اینا سعی میکردن نکنن تو اون سوراخ دیگه، یعنی تو توره همین. بذار اینو بگم، مایه ها باور داشتن که چیزه، شما نمیمیرید، وقتی میمیرید دوباره زاده میشی، برای همین مردن اتفاق بدی نبوده، مردن میتونست اتفاق خیلی خوبی باشه. و اینا قربانی میکردن اصلا به نشانه احترام و حالا یه مراسمی داشتن قربانی میکردن. بعد آره میگن حالا یا تیم برنده یا تیم بازنده رو اینو قربانی میکردن، کلویوم با جاش چیز میکنن از بین میرفته. یه استخری بود که پر از جمجمه بود، اونو دیدی؟ مثلا نه، ولی مثلا یه چیزایی که اون اطراف زیاد میفروشن جمجمه است، جمجمه ها بر روش گل کشیدن به خاطر اینکه نشون بدن مثلا مرگ آخر زندگی نیست و بعد جمجمه واقعی میفروشن به تو؟ نه دیگه واقعی که نه. پس این مثلا مکزیک میری جمجمه خیلی دلش اینه، خاطر اینه. آره زمان مایه ها مردن چیز بدی نبوده، چیز خوب بوده. اوکی بعد دیگه آره اینو داشتم میگفتم که بعد
اون منطقه چون رود نداره شیوه آبیارشون از طریق آبای زیرزمینی بوده، یه حالت قارطور زیرزمین بوده که آب توش جمع میشه، مثل مثلا قاره علی صدر خودمون به اونو میگن سینوته. بعد شما رو میبرن اونجا مثلا توی اونو ببینی و تو شنا کنید و شنا کردیم مثلا چیزه، باید با تناب بری تو 20 متر با تناب میری توی زمین، بعد مثلا یه قاریه اونجا میتونی شنا با تناب میری پایین، وصل میکنن بهت دیگه. آره خودشون نیاز نداره که بری پایین، نه بری پایین اونجا میشینی بعد میشینی خودشون پولی سیستم داره میره. آره آره خیلی سخت نیست پولی ها پولی به اونا میگفتن پولی سیستم دیگه. آره بعد گفتن یه سری هم مثلا میترسن نشیدن. بله بله شاید نزدیک نبودی به کار شماست. بعد دیگه اونجا مثلا دایو میتونی بکنید، ارتفاعهای مختلف فرض داشتم توضیح میدادم که شما مواظب نباشی چه اتفاقی بعد تجربه داشته باشی دیگه، چون بعد بپرید دیگه بعد پریدی دیگه تا ابد دیگه سیستم میاد پا. بعد زیپلاین داری بعد پریدی؟ بعد پریدم شما بعد پریدی؟ بله. عجب. آره. خب بعد دیگه زیپلاین داره اینجا آویزون میشی میری میفتی تو آب. چیز جالبیه یعنی اون بود. بعد یه دونه دیگه یه پارکی رو رفتیم به اسم اکسپلور. یه سری منطقه است، اینا همه با اکس شروع میشه. بعد یه دونه معروف ترینش اشکرته، این اکسکرت نوشته میشه، خودشون میگن اشکرت اشیرت. که اینو میگفتم مثلا مثل دیزنی لند ماه، ولی ما اونو نرفتیم. یه دونه دیگه رفتیم اکسپلور که این میگفتن مثلا ورژن هیجان انگیز تره اون داستان. آره بعد همش فعالیت آبی، یعنی اونجا تو کلا خیسی و همش با همه جا تو آبی. بعد زیپلاین داره، مثلا این زیپلاینی که ما رفتیم 1 ساعت طول کشید متعدد. آره هی از یه برج به یه برج دیگه، بعد تو ارتفاع بالا مثلا میری ادامه میدی. ای تی وی روندم مثل وحشیا که در دیوار زود رفتیم، بعد هنوز شلوغ نشده بود. بعد ای تی وی رو رفتیم، مثلا جلوی یه ماشین من منتظر بودم از سبقت بگیرم، یه جا سبقت گرفتم، یه ماشین دیگه هم سبقت گرفتم. بعد رسیدیم یه جایی، یکی از این گارد آدمایی که اونجا بودن به من گفت یواش، که من مثلا یه حرکت لفظی رو به کار بردم و ادامه دادم. بعد جلوتر همون آدم اومد من نگه داشت، گفت راننده رو عوض کنی دیگه، نذاش من کارت قرمز گرفته. آره تعویض شدی. آره تعویض شدیم. بعد خیلی بالا لذت نبرد احساس میکنم با لحن بدی. نه نه لحنش اوکی بود اتفاقا، ولی گفت چون به تذکر دادم گوش ندی. بعد خیلی مثلا ماشینا یهو میرفتی تو آب، بعد از اونور میبادی بیرون. باحال بود دیگه، تجربه جالب. یه سوال، الان کسی بخواد مکزیک بره چه توصیه‌ای بهش داری؟ بره فقط با پول بره. آره گرون، مکزیک گرون، همه چی یعنی چون میدونن توریستی نتونی اسپانیایی صحبت کنی، همه چی گرون با دلار آمریکا. بعد تو پاچه، یعنی مثلا چون تو نیویورک تو میتونی ارزان‌تر از اون مدل مکزیک. یه کارتی بود راجع بهش صحبت می‌کردیم قبل سفرشون. آره یه کارتی بودن فرهاد گفتش که بگیر، این خوب. نرخ تبدیلش پایینه. من خوب. کارت گرفتم و با اون کارت رفتم مکزیک، ولی از کارت خودم استفاده کردم چون اصلا یادم نبود اون کارت رو گرفتم. دیگه من فراموشی دارم. و برگشتم من کجا، اوه من اصلا این کارت رو گرفته بودم. خب آره ولی باحال بود دیگه. تاکو خوب زدی؟ بیرون نه ترشید که هتل بود و اینا. آره نه خوب، غذاشون خوب بود. از کوبا که من رفته بودم خیلی بهتر بود. از کوبا یه جورایی قحطی محسوب میشه دیگه، یعنی کم بوده امکانات هست برای مردم عادیشون، کم بوده امکانات برای توریستا نیست. ببین نسبیه دیگه، نه مثلا بود همه چیز، ولی خب کیفیتش مقایسه با این ور نبود. بعد دیگه چی بگم براتون؟ این که مثلا دفعه بعدی بری بفهمید. اونم بیشتر از یه سوال داره میشه. این که دفعه بعدی برید انتخاب میکنی که همش تو هتل بمونی یا بازم مثلا از این اکتیویتی ها میری انجام بدی؟ جفته، چون همش رو نمیشه تو هتل مون، ولی من کلا تو اون وضعیت تو هتل دارم حال میکنم. مثلا اکتیویتی های مختلف بودن، واتر پولو میزدیم، والیبال ساحلی میزدیم، ایناش حال میداد. ولی مثلا 7 روزم هم همش تو هتل باشی اذیتی، باید یه ذره میپوسی. سوال من بری. قبل از اینکه فرضا بپرسم، قضیه چیزو فهمیدین؟ میامی فهمیدین دیگه؟ توی فلوریدا ایلین پیدا کرده بودن، یه مال بوده دقیقاً همون اتفاقی که برای ما افتاده بود فکر کنم. بله دقیقاً، یه سری آدم داشتن از مال میدویدن بیرون و گفتن یه 10 فوت ایلین دیدن. اینو نیدین؟ من فقط ویدیوهاشو دیدم. خیلی اتفاقای عجیبی افتاد. سرخط خبرالو شنیدم. نزدیکم بوده به کارم. آره آره دیگه میامی. چی شده؟ نمیدونم. منم ببین یه سری ویدیو خیلی ویگ اومد بیرون که از هلیکوپتر گرفتن و اینا،
که یه کریچریه داره تکون میخوره جلوی مال، بعد گفتن که اون کسایی که تو ماله بودن شروع کردن مثلا کلی تیک تاک ویدیو اومد بیرون که میگفتن که یه دونه از وسط مال یهوی چیز پدیدار شده، یه موجود. موجود فضایی پدیدار شده که 10 فوت قدش بوده، بعد سیمش. همه ولی بعد اومدن گفتن که چیزه چند تا تینیجر بودن همون شوتینگ شده و در واقع داشتن تیراندازی میکردن و اینا، که فکر میکردن تیراندازیه ولی کاشف فهمان اومدن که نه ترقه است. آره ولی این اتفاق هم افتاده بود دنیا. ببین اکوادور هم که جنگ داخلی شده اونو. آره شنیدم که دولتشون گفت میخواد با کارتل. آره با فهمیدی اومدن تلویزیون گرفتن. آره تو لایوشون اومدن وارد صدا سیما شدن. وارد صدا سیما شدن آقای این یکی من نشنه بودم جان. برای اون چیز دیگه، اون یه بحث دیگه است، اجازه بدید ازشون بپرسم. برید آره بپرسم. آقای هاکینز در اومده مثلا که اسمشون. شما چه خبر؟ اینکه کارت خوره کشیه. من هم یادم قبلا هم پج و پرشی هم میخواستی بگیری بعد اسم نوشتی. الان هم فکرم همینجوره. خب هفته تونو بگید خواهش میکنم. من هم یه سفر خیلی کوتاه رفتیم آمریکا، شهر پورتلند. تا حالا نرفته بودیم. او رفتی؟ آره یه فکر کنم یک ساعت و نیم. شما رفتین دیگه؟ آره بله. بعد از سیاتل. خرابه ای بود؟ نه بیشتر از یه ساعت و نیم. از اینجا تا پورتلند 5 ساعت 6 ساعت راه. 6 ساعت راه. تا سیاتل 2 ساعت و نیمه. من 5 ساعت اون رفته. خب صبح زودم رفتی، یعنی ما تو خود سیاتل به ترافیک نخوردیم. آی فای و گرفت. آره ولی خب باحال بود. یه بازی بسکتبال رفتیم دیدیم، دو تا تیمی که توی بلیزرز. آره با سان انتونیو اسپرز. آره. آره دو تا تیم تاج جدول. بعد خود تیم پورتلند باخت اون شب. ولی چه جوی بود. خیلی جوش باحال بود. اون بازیکن سان انتونیو رو دیدید؟ وان بیاما چی خیلی قدش بلنده. آره خیلی هم خوب بود دیگه. آره اون چیز روکی امسال اومده خیلی داره میتره فهم. پس میخرنش مثلا. آره فعلا که حالا با سان آنتونیو بعد بمونه، ولی خیلی بازیکن عجیب غریبی. آره تجربه خوبی بود دیگه. این من خودم فوتبال آمریکایی رو رفتم همین ونکوور، حالا فوتبال اروپایی هم رفتم، ولی مثلا استادیومی که نرفتی و اینا خیلی حال میده. ابهت ورزشگاه باحال بود. فوتبال اروپایی فوتبال معمولیه. معمولی. آره گفتم شاید چیزی من اینو دیگه نمیدونم. آخه چون فوتبال کانادایی چون تو استرالیا راگبی میشه دیگه، فوتبال بهش میگن، به راگبی میگن فوتبال. جدی؟ آره میگن فوتبال اصلا. آره اصلا میگن فوتی. اینورا آمریکا هم میگن فوتبال. نه 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 راگبی نه فوتبال. راگبی که با پا میزنن. دیگه چی بود تو آمریکا؟ خوش گذشت. خب راگبی ولی ورژن سخت‌تر فوتباله. راگبی هلمت و اینا نداری میگن. نه نه با پا میزنی توی عرض با پاس بدی کاملا فرق میکنه. یه ورزش دیگه است. آره کاملا یه ورزش. نه نمیگم یه ورزشه ولی خیلی سخت‌تر. آره. از فوتبالیه که اینا بازی میکنن چون هلمت بستگی نداره. داره اتفاقا میدونی که هلمت باعث کانکاشن میشه دیگه. تو موقعی که هلمت رو نداری یه ذره کرفولتری کلا. آره ولی میگی چی میگم، یعنی اصلا کلا موقعی که اصلا یه دیبیتی هست روی UFC و اینا، میگن که اون گلافزی که اینا دارن استفاده میکنن باعث میشه که اینا ضربه های عجیب تری به هم دیگه بزنن. یعنی اگه طرف نگران این بود که خودش هم ممکنه هرت بشه یا خودش ممکنه مثلا آسیبی ببینه، احتمالاً خیلی با هم دیگه با ملایمت تر برخورد میکردن. راگبی هم همینطوری، یه مقدار کانکاشنی که توی چیز هست توی فوتبال هست توی راگبی نیست. آره خب خیلی نولج دراپ کردم براتون آماده بودن. خیلی گفته بودن جمعیت بی خانمانا زیاده تو پورتلند، ولی من زیاد حس نکردم. فکر کنم به خاطر این بود که خیلی بزرگ بود کلن و نسبت به ونکوور که حالا میری توی خیابون میبینی به چشم میاد اونجوری نبود دیگه. یه شهر فوکس نیست یه جا، احتمالا جاهای مختلف. آره دیگه تو ونکوور خیلی فوکسته. این اصلا فقط یه الان دیگه نه الان دیگه نه. آره آره بود. الان بود تا دو سه سال پیش. آره چون واقعا تا یه سال پیش هم بوده. ببین تو یه سال گذشته خیلی زیاد شده، اصلا عجیب غریب زیاد شده. تو نورتون اصلا نمیدیدی، الان تو نورتون دم شیپیارد پر عمرسه. آره نه آره آره یه شهر ساحلی هم رفتیم، یک ساعت و نیم رانندگی بود. کنن بیچ خیلی قشنگ بود. اگه توفینو رفته باشید
این حالت لانگ بیچ توریه دیگه. بله. تا چش کار میکنه ساحل. این نزدیک پورتلند بود؟ آره. به سمت غرب. یه روز همه اینا رو رفتی؟ فرداش این. آها، بعدم برگشتیم دم مرز که میخواستیم بیایم کانادا. موقعی که می‌خواستیم بریم آمریکا زیر یه دقیقه مثلا به ما سوال جواب کرد، گفت برید. تو برگشت خانومه قبل وقتی ما رسیدیم به مرز، تنها ماشینی بودیم که تو مرز بود. ساعت 12 بود، 12 و نیم شب. آره. خب تاریکی شب. بعد من دیدم که شیفتش عوض شد، اون کسی که اونجا بود یه خانومه اومد. بعد اومد و شروع کرد سوال پرسیدن، کجا بودی فلان، هتلتون کجا بود. بعد منم خسته مثلا 6 7 ساعت بیشتر رانندگی کرده بودم. بعد چقدر خرید کردی اینا؟ من همیشه مثلا خریدو میگم $100 حالا که سیف باشه. این سری گفتم $50 رو حساب حالا مثلا. بعد مثلا این سر خرید کرده بودی؟ آره دیگه، یه مثلا یه پینتینگ خریده بودیم و یه چیز دیگه یادم نیست. خب برای چه همیشه میگوی $100 خوگی یه موقعی هم بیشتری $100 خریده باشه بازم؟ نه نه، مثلا اگر $20 هم باشه میگم 100 تا که. آها. آره. ولی بالای 100 نبوده هیچ وقت. آره همین. سوال اون سوال شما این برای چه جواب نده؟ شما اون برای شو بگو. بله مرسی. اون خب یه قضیه دیگه است. بعد گفت که من میخوام برم چیز، میخوام صندوق عقبو چک کنم. اوه عجیبه ولی باشه برو. نگفتم بهش البته. رفت و اینا، همین که بره تو صندوق من یادم اومد که واسه خواهرم دوتا از این بطری های آب مثل یتی، البته یه برند دیگه است، استنلی. اوه والا خیلی داریم اسم میاریم. آره. بعد خریدم از تو آمریکا به من گفته بود مثلا اون هست اونجا و اینا، یادم رفته بود کامل. وقتی که دید اینا رو فهمیدم که دید اومد سمت ماشین، من قبل اینکه اون بهم بگه گفتم $50 من یادم رفته. آره اونا خودش مثلا $80 بود فقط. بعد شروع کرد واسه ما رفتن رو منبر که میدونی اگه اینجا مثلا اعلام نکنی درست و اینا میتونم 7 سال برات مشکل ایجاد کنم و تو همه مرزا بگردن تو. حالا منم مثلا خسته اینجوری. بعد گفتم خدایا چیکار کنم با این مثلا گیر، میدونی باش چالنجش کنم و اینا، ولی دیگه فقط گفتم عذرخواهی میخوام، ببخشید. چون اون پلیسایی که دم مرزن میتونن واقعا مثلا برات دردسر ایجاد کنن. پلیس تو شهر میتونی یه ذره باشی. ببین با تنها پلیسی که نفع کنی پلیس مرز دیگه. آره برای همین هر چی گفت من گفتم عذرخواهی میکنم و تمام شد. گول کشید پذیرفتن ما رو راه بدن، برگشتیم به کشور. دلیلی که گفتم شیفتش این بود که فکر میکنم میخواست یه ذره خودش رو سرگرم کنه، چون فرش بود دیگه، تازه اومده بود ببینه چیکار می‌خواد. هیچکی که نیاد یه ذره حوصله سربر دیگه، همینجوری بشینی اونجا. یه دلیلش این نبود که قیافه شما یه جوری بود که اسکرت بود صد یه چیزی تو ماشین داره. آخه پورتلند چیزه دیگه، چون تکس نداره. آره همه میرن برای خرید از جمله شما احتمال. آره تو هم میگفتی من از سیاتل اومدم احتمال. اگه میخواستی اون راوتو بری باید یه ذره بهش فکر میکردی. آره. یه داستان دیگه ای چیزو کردی ولی جالبه. آره. ولی مشکل نبود دیگه اومدی تو. آره دیگه. اوکی. چقدر طول کشید؟ این سوال جواب؟ آره فکر کنم یه روبی شد. یه روب؟ چون سگ نیورد. ما میخواستیم بریم، آقا رو به خاطر پاسپورت جدیدشون دو ساعتی ما رو گرفتن. نه ما با کل ماشین رو نه خب اون سرچ رسمی میشه. یارو پرتقالامون رو در حالی که ایمان آورده بود و از ما گرفت. پرتقالامون رو بخوری ببری؟ میتونستیم بخوریم ولی گفت نمیذارم. گفتم حیفه، گفت میخوری الان پرتقال داشتی. کاش میخوردی. نمیشد. یه قضیه اون سمنوه میشد که ما میگم مثلا 4 صبح میخوام. آقا بلمون کنم خوشوق هم نداریم حالا ما سمن رو چجوری بخوریم سفر. آره پرتغال زیادی داشتیم. یه بار با فرهاد داشتیم از آلمان برمیگشتیم کانادا، بعد نمیدونم چرا ما فکر کرده بودیم مثلا نوتلا مایه محصول نمیشه چون به چشم جامد میاد. آقا اینو گیر دادم، گفتن اینو ویسکوسیتیش بالاست چیز میشه دیگه، اینو باید بندازیم. بعد یه حدس بزنید فرهاد چی کار کرد؟ خورد دیگه صد بعد با انگشت انگشت کثیف باشه. با انگشت؟ نه خب آروم آروم خوردم. مگه چقدر وقت داشت؟ چه سایزی؟ چقدر بزرگ بود نوتلاه؟ 1.5 کیلو. نه حتما بالای 100 گرم بوده دیگه، اینو که بهت میگم 100 گرم که اصلا بالای 100 گرم بوده. یه شیشه خاصی بود، یه چیزی بود که اینجا نبود. اینجا کانادا نیست اصلا اون شیشه. خیلی شیشه
شیشه متوسطی اینجا نیست. بعد آوردن، بعد آوردن اینجا البته. آره بعد آوردن. ولی ما نه تمومش که نکردم که حالا یه جوری نگفتم تاش رفتن. چند انگوش زدم که بگم من نمیذارم. هدر بره. گیس نشه زمانی مفت ما رو کسی نبود. آره واقعا ایشون میگه که باج به کفدار ندادست. باری کلا خوشم میاد. من که در راستای اون حرفی که زدم میخوام 50 شب خارج از خونه بگذرونم، ما یک شب اینو نگفتی یا 50 50 چه گفت 50 شب چون میتونی شب یه خونه ویدیو چک میریم. مطمئنم شب نبود چون میتونی بیای خونه، یعنی هر هفته یه جا آقا درستی. ولی بعدش من گفتم که حالا شب 50 جای مختلف، نه 50 شب یه ویدیو چک الان میریم میبینیم. من تصمیم گرفتم که توی سال 2024 50 تا کمپ برم. آقا والا نمیدونی. ولی به هر حال ولی تو میتونی شب یه خونه با بخوابی بگی؟ نه حالا بهت میگم میتونی دو ماه بیای خونه ما و تمام. میتونم آره تو پذیرای دو ماه. بله. منو خدا بله. کلید اشتباه اگه دو ماه منو پذیرا باشی گوشه حال چطور داره بفرمایید. ما یک شنبه سوار بر ماشین شدیم و رفتیم توفینو. ای آره زمستون هم میرن. زمستون هم میرن. ببین حالا در واقع کاری که باید بکنی اینجا میری از یه بندری سوار فری میشی، کشتی بزرگی که میتونی ماشین بری توش. نه از هوشوبه ونکوور آیلند میری به جزیره نانایما که تقریبا 2 ساعت 2 ساعت و نیم فریه. بعد از اونم تقریبا 2 ساعت 2 ساعت و نیم رانندگی توی عرض جزیره که بری برسی به شمالش. جزیره ونکوور آیل ونکوور گفتی جزیره نانایمو شهر نانایمو. شهر نانایمو. اوکی اوکی. آره میری به شهر نانایمو پیاده میشی از اونجا 2 ساعت و نیم رانندگیه که برسی به شهر توفینو. با لنج میری. جالبیش اینه که کاملا زیش فرق میکرد، اون طبیعتی که اصلا نوع درختاش هم فرق میکنه. هوا چجوری بود؟ حالا بهت میگم. هوا هم سرد بود، وسط جاده یه ذره برف اومد، یه ذره که میگم مثلا یه خیلی کم مه شد، بارون اومد و ما رسیدیم به توفینو شد طوفان. ببین طوفانی که بهت میگم طوفان ها اصلا یه چیز عجیب غریب داشت. طوفان میومد در حدی که ما مثلا شب نگران شده بودیم که درخت نیفته رو ماشینا. یه همچین چیزی. آره خلاصه رفتیم شهر توفینو رو دیدیم، این لانگ بیچی که میگه. حالا من چند تا عکس به میلاد میدم که بذاره. جای اصلا عجیب غریبیه. تو موقعی که یزی و کوروش بهم گفت که من نوتیس نکردم تا اون موقع، میگفتش که ببین این اوشنایی که ما میبینیم مثلا تو ونکوور و اینا همشون اینلته، همشون یه در واقع شکافیه که حالا آبش وارد. آره به اقیانوس آزاد دسترسی نداره، باید هنوز بری اونور. اصلا مود کاملا دریایی که میبینی فرق داره. اقیانوسی که میبینی فرق داره. موجای خیلی عجیب غریب، تگرگ اومد، بارون اومد، مثلا 5 دقیقه بارون میومد بعد هیچ اتفاق نمیفتاد، بعد مثلا تگرگ میومد بعد دوره هوای باز میشد در حدی که مثلا ستاره ها رو میدیدی یا شب، بعد دوباره مثلا طوفان میشد. خیلی عجیب غریب. اپ آب و هوا رو چک کردی ببین مثلا اونو داره چه جوری تعریف میکنه یا هوای نرمالی بود؟ اسپشیال نوشته بودش که نه فقط نوشته بودش که داره بارون، یعنی 95% بارونه. آره و مثلا ما یه شبی که خوابیدیم فرسوش بیدار شدیم و همه جا داغون شده، یعنی جاده پر برگ و درخت و فلان و اینا. باحاله. آره. یه شب موندیم؟ ما 2 شب موندیم. یک شب دو شب. من دیشب رسیدم. آره دیشب ساعت 8:30 ما برگشتیم. یه اتفاق جالبی که افتاد، من یه درون جدید گرفتم برای ولاگام اینا، هنوز استفادهش نکرده بودم. بعد گفتم که یه شاتی رو می‌خواستم توی همون لانگ بیچی که تو میگی بگیرم. یه ساحل خیلی بزرگیه، هیچی دور و برش نیست و اینا. آقا ما باش بارون عجیبی هم داشت میومد، من میخواستم این شاتر هر جوری شده مثلا یه دقیقه بگیرم تمام کنم بره. آقا هی اینو سعی کن بپرنی، هی میزد restricted zone cannot fly here فلان. آقا این بلند نشد، مثلا من یه 20 دقیقه من با این ور رفتم و اینا، دیدم که نمیشه. نمیدونستم دلیلش چیه واقعا چون prepare نکرده بودم. رونر رو گوشتم تو ماشین و در بستم که برم پیش بچه ها، یه دیدم یه هواپیما اومده بالا سرم رد شد. فکر من با سنگ میتونستم بزنمش، یعنی واقعا با فاصله شاید 60 متری از ما رد شد. چه هواپیمایی بود؟ یه هواپیما مسافربری اومد نشست. آه. ببین اینجا که ساحل بود مثلا وقتی که میرفتی 100 متر میرفتی سمت چپ یه ارتفاع خیلی زیادی میگرفت، این رون ارتفاع پایین رون نشست.
ولی قشنگ اومد از رو ساحل رد شد. فرودگاهش اونجاست. فرودگاه اونجا و ما اصلا نمیدونستیم که فرودگاه اونجاست. اصلا هیچی نه میگم بالاتر از ساحل بود. آه. تو نمیدیدی باند فرودگاه رو، خیلی بالاتر بود. اوکی. این اومد و اول سر ما نشست. خوزم خدا رو شکر این بلند نشد. خدا وگرنه احتمالا من امروز توی اخبار میدیدید عکس منو. خیلی زدی مهاجر. آره خیلی داستان میشد. چه باحال که این فانکشن رو داره. آره جی پی اس داره. اصلا ببین تو به عنوان یه نفری که داری درون رو آپرید میکنی یه چکلیستی داری که باید ببینی که تو چه زونی هستی، چه رادیویی رو باید بهش وصل بشی اگر که بالاتر از یه مقداری باشه. یعنی باید به رادیو تاوره من میگفتم که اون جام، یعنی خیلی چکای عجیب غریبی باهم میکردم تا میتونستم. ولی این خودش اتوماتیک فهمید. این خودش اتوماتیک گفتش که تو نمیتونی unless proven otherwise. خودش اورایدش میکردی، اورایید میکرد، میگفت خودت هم بکشی من اینجا فلان. بعد چه جوری با مثلا برج مراقبت تو ارتباط برقرار میکنی؟ تلفن اپ و اینا داره. باید یا میتونی رادیو بگیری، میتونی رادیو ترین بشی، بعد یه لایسنس بگیری، میتونی رادیو بگیری. و اینم بهتون میگم توی سفری که داشتیم میرفتیم یه مقدار خیلی زیادش مثلا یک ساعتی و آنتن نیست از این رادیوها گرفته بودیم و واقعا کمک میکنه. واکی تاکی. آره واکی تاکی گرفته بودیم. و اگر که دارید مثلا مسافرت میرید و ممکنه که مثلا چند تا ماشین باشید. میدونستید اونجا آنتن نیست؟ نه ما نمیدونست. چرا اینو داشتیم؟ همینطور واسه اشغالش گرفتیم و فهمیدیم که چقدر مفیده. به خاطر اینکه مثلا جلوتر که میرفتیم میگم یه جاده پیچ و پیچ بالا پایین خیلی عجیب غریب داره، پلیس توش زیاد بود و اینا. من طبق معمول داشتم تونتر میرفتم و جلوتر میرفتم، مثلا میگفتم مثلا اگه تصمیم داری تون بیای مثلا یه تیکه حواست باشه پلیس هست. خیلی چند تاشو داری الان از این؟ دوتا. یعنی من که یکی شو دارم، اون یکی دست کوروش دیگه نیست. ولی جادهش ساده نیست، یعنی بارون و اینا بیاد یکم باید. آره بارون و برف و اینا بیاد باید حواست باشه دیگه. آره مثلا یه پیچای عجیب غریب و خیلی تند داره، برای همین خیلی باید حواست باشه. ولی واقعا یکی از زیباترین جاهایی هست هم میتونیم. خیلی خوشگل. توفینو نرفتم تا حالا، بریم پس. ببین بی سی انقدر جای زیبا داره که اصلا احمقانه است بخوایم بریم جای دیگه فعلا. میفهمم و بعضی از مسافرتات البته نه، مثلا ببین تو مکزیک هم میگی گرون میشه دیگه. ما قبلا همیشه گرونه. نه البته ما قبلا اینطوری میکردیم، صحبتامون که با هم دیگه میکردیم میگفتیم که نمیارزه آدم بره کانادا رو ببینه چون خیلی گرونه، مثلا هتلت گرونه، اکامدت چه بدم راه رفتن تو. ولی نسبت به مکزیکو تایم خوب بری باز از کانادا ارزون تر میشه. آره ولی خب این کیفیت اون کیفیت مسافرت رو آقا. آره تو همش که نمیتونی بری مثلا مکزیک. آره ولی واقعا بیسی خیلی خوش میشه. میگی کلا اصلا کلا کلایمت اصلا درخت میرسی بزرگترین درخت دنیا توی چیز پیاده شد نه پیاده نشدیم به خاطر اینکه بارون خیلی عجیبی داشت. بزرگ از لحاظ ارتفاع و قطر، از لحاظ قطر مثلا 7 8 10 نفر آدم باید دورش وایس. اون سری کوروش توی ولاگش آره اونا رفته بودن. آره آره دفعه پیش بچه‌ها رفته بودن. ولی خیلی جای خوشگلی بود. من به همه پیشنهاد میکنم. ویلایم که گرفتیم واقعا جای خفنی بود. چارجر ایوی هم داشت. رفتم ماشین اونجا زدم به شارژ و با یه شارژم رفتم با یه شارژم اومدم، هیچ مشکلی نداشت. خوبه تا به یه شارژ برگشت، یه شارژ رفت یه شارژ. چیز دیگه اونجا بورس سرفینگ هم هست. آره دیگه اصلا کل شهر همش زده سرف شاپ دیگه. اصلا کلن بر پایه توریست و سرفینگ میچرد. تابستون که رفته بودیم وایب اون سریال انیمال کینگدم رو داشت. آره. از صحنه هاش و اینا. اون هفت مونبی که رفتیم خب اونم اقیانوس بود جلومون. بله. میگی اون حالا گفتی کوروش گفته که مثلا تجربهش فرق می‌کنه. آره. این فرق داشت، یعنی مال توفینو یه طور دیگه بود. خب حالا من نمی‌دونم که ما نمی‌دیدیم بعد تاریک نه تو روزش تو روزش حالا میگم واقعا من نرفتم. اونم دقیقا جلوش باز، یعنی اینلت نبود اونور. ببین این باز. اصلا نوع موج لانگ که... بیچ بودنش رو فکر کنم. ببین این نوع موجی که میبینی خیلی متفاوته. بعد حالا تجربه‌ای که من داشتم و خیلی ندیده بودم، نه تو استرالیا نه تو هیچ جا ندیده بودم یه همچین ساحلی، اینطوری بود که عرض ساحله خیلی زیاد بود. یعنی تو از لب جاده تا لب آب مثلا شاید 300 متر ساحل بود و این آبه می اومد بالا و میرفت. یعنی یه چیز شنی خیلی عجیب بود. موج زیاد باشه اونجوری میشه دیگه. موج زیاد، جزرومدش خیلی زیاد بود. مثلا شب جلوی ما خیلی موقعی که رسیدیم تاریک شده بود، جلوی اون جایی که گرفته بودیم یه مستقیم جلوی دریا نبود، یعنی اونم در واقع یه اینلت بود و میرفتی میخواستی برسی به مستقیم خود اقیانوس. شب
باتلاق شد، یعنی خشک خشک بود. آها. صبح که بلند شدیم تا خرتلاق آب اومده بود بالا. اصلا خیلی عجیب بود این جزر اومدش و اون شدت این وحشی بودن اون انوایرمنتی که هست، اون طبیعتی که وجود داره، خیلی باحال بود و جذاب دیگه. 49 تا دیگه مونده پس. آره نوشتم دیگه یه سری وسایل. حالا یعنی دو شد این دوه البته دو، نه این بعد. این یکه دیگه، یکه دیگه بعد دو شب بود دیگه. آره الان اگه نسبت به حساب کنید دو شب. آره من تاریخ رو تحریف می‌کنم. آره حالا ویدیو چک رو دیگه دیدید دیگه، دیگه نمیدونم سر چی داریم. میدونم که گفتی 50 جا و فراد گفت یعنی هر هفته یه جا. حالا ویدیو چک رو دیدید. چه خبر دیگه؟ دیگه برنامه‌تون چیه؟ توی هفته های آینده کار خاصی می‌خوایم بکنی؟ دیگه من هفته پیش یه ذره سریال دیدم بعد مدت‌ها. چی دیدی؟ یه ذره برگشتم به سریال دیدن. اون سریال محبوب فرهاد رو تموم کردیم سیزن 2. محبوب جفتمون دیگه، باید با هم باشیم. کدوم بود؟ زخم فاری. اسمش رو بهتر میگفتی قبلا. آره نمیشه تو جمع گفت. خب خیلی بده، خیلی سریال بدیه، ولی حالا اتفاقا داشتیم با فراد اینا بحثش رو میکردیم که این حالتی که یه چیزی هست که به آدم لطمه میزنه و درد وارد میکنه ولی آدم همچنان تمایل داره که انجامش بده چیه، که خب فهمیدیم سیدیزم یا همون سادیسمه. بله. و زخم کاری دقیقا همینه. تو همینه، یعنی اول تا آخرش بعد سیزن دو بازگشت، یعنی بازی ها افتضاح، فیلم نامه داستان بده و باگ زیاد داره، بازی ها که اصلا یکی از یکی بدتر، بعد هیچ چیزی هم منطقی نیست ولی تو باز میخوای ببینیش، نمیدونم چرا. بعد فهمیدیم که چیز دیگه هممون سمیرا همه رو میزنه ها ننو. نه واسه سمیرا میدیدم. عجب. آره اصلا نمیفهمی چرا اینجوری شد و اینا، ولی چیز دیگه سادیس داری و اینو میبینی. اونو دیدم. دفتر یادداشت دیدین؟ همین میخواستم بگم. دفتر یادداشت دیدم، اون به نظر واقعا اصلا آره خفنه. خیلی خوش ساخته. خیلی خارجیه دیگه، یعنی کل کارگردانیش، تصویربرداریش، همه چیش اصلا من موندم چه جوری اینا چیز کردن دمشون. حالا امیدوارم در نیاد که مثلا دزدی بوده همه اول تا آخرش دزدی. البته نیست، فکر کنم خیلی چیزه، خیلی بومی سازی شده همه چیزش. با نگرانی سریال رو داریم می‌بینی؟ آخه ما هر چی خوشمون میاد مثلا یهو می‌فهمیم اوکی این دزدی بوده. حتی اگرم دزدی بوده به نظر من یه کپی خیلی خوب از یه چیزه. خوبه مثلا یاد میاد اون آره ببین مثلا اینکه یاد داشتن کردن ببین یه چیز، یعنی بعضی موقع یه اتفاقایی میفته توی تلویزیون ایران که اصلا پشمات میریزی، اصلا باور نمی‌کنی. مثلا اومدن فرندز رو دقیقاً همون سه تا کپی کردن و همون کانورسیشن ها، ولی خب یه سیبیل سوبر ایرانی میدونی. خدا رو شکر اون اصلا ادامه دار نبود. خدا رو شکر، یعنی انقدر بکلش گرفت. کپی زیاد داشتیم ولی خب کپی خوبو من آره اینم حالا چیز اقتباس کرده فکر کنم، مثلا این فراموشیو نوشتن اینا رو از میمنتو مثلا احتمالاً برداشته، ولی خیلی خوش ساخته. اونو من دیدم. بعد یه خارجی شروع کردم دیدن، دبر، نمیدونم شنیدی یا نه. آره این معروفه، داستان یه سرآشپزیه که خیلی خفنه، توی رستوران خفن کار میکنه، بعد برمیگرده شهر خودش، میگم شیکاگوه، یه رستوران خیلی کوچیکو میخواد ران کنه. من هنوز فازشو نگرفتم، مثلا چند قسمت دیدم هنوز نفهمیدم چرا اینقدر مثلا منتقدین ازش تعریف کردن. اونه. ولی یه سریال دیگه هم شروع کردم دیدم، بادیز. سریال انگلیسیه، داستان اینه که یه قسمتشو دیدم ولی اون یه قسمت قشنگ بود، اینه که یه جسد رو پیدا میکنن و این جسد توی 4 زمان مختلف تو تاریخ همون جسد همون نقطه پیدا میشه. شنیدم در موردش. آره بعد کسایی که حالا خود کسی ها دیدن یا این سریال دیدن میدونن این وصله به سریال دیگه زخم کرده بودیم. کامنت رو بگید که چه سریال. آره بعد تو 4 تا زمان مختلف این پیدا میشه. اینم شروع کردم دیدم، به نظر امیدوار کنم. 4 تا کاراگاه دارن رو کیس کار میکنن. تو قبل کریسمس اینا نسخ یه سریال دارک تور. آره آخه من یه دور دیگه دارک رو دیدم، بعد مثلا یه سیزنش آلمانی اصلا دیدم، گفتم بذار ببینیم چه. با زبان اصلی دیده. میختش. آره. بعد چیزه، خیلی وقت بود سریال ندیده بودم. دوست دارم یه سریال جدید بگیره اونجوری که قدیم سریال. کلا از پارسال، از بعد از داستان مهسا دیگه هیچ سریالی انگار کار نه نداره. آره. شما سریال جدید ندیدین؟ سریال نه، ولی یه چیزی میخوام بگم دیدم، به خاطر ایمانم دیدم.
منت گذاشت. نه یعنی ایمان باعث شد که ببینم. آه لورد رینگز. آره لورد رینگز. واسه اولین بارم دیدم، حالا شاید غیر تجربه بکنم ولی ندیده بودم قبلا. ولی فکر میکنم بچه بودم دیده بودم یه بار، ولی الان که دیدم خیلی حال داد. ستاره دیدی؟ نه اولی شدیدم. من اولی شدیدم. اکستندداشو ببین. اگه حوصله داری اکستندداشو ببین. یعنی چقدر اون اکستند؟ هر کمش 4 ساعت خورده ای. نه این 2 ساعت رو فکر کنم تو کریو من دیدم. 2-3ش فکر کنم اکستندد داره، ولی خب اکستندد حالا فکر کنم پرسیدم از اون دفعه، ولی حالا میشه دوباره اکستندد. ببین موقعی که فیلمیو میسازن برای اینکه مثلا بخوان خیلی جذابش بکنن یه سری پارتاشو از توش در میارن. میاد یه دونه در واقع سینما ورژن میده و یه دونه اکستندد ورژن بعدم میدن که اون قسمتایی که خود دایرکتور کات کرده رو هم میذاره تو استوری لاین، همونه کمک به استوری لاین میکنه. آها. ولی همونه، یه سری کانورسیشن ها هست، یه سری آدما رو باشون آشنا میشه. اوکی. که توی کورس معمولیش باشون آشنا. چقدر باحاله مثلا این فیلم با اینکه 2000 چند 2002 2001 اومده دو. چقدر ریزه کاری داره، چقدر اصلا خوب ساختن. اصلا الانم نگاش انقدر ناراحت شدم که زودتر ندیده بودم، ولی خب دیگه دیدم دیگه. اینو گفتم من یه چیز یادم اومد، این زخم کاری رو که میدیدیم یه صحنه خشنی داره که حالا اسپویل نمیشه، دو نفر رو هم دیگه میکشن. بابا اون لحظه راحت بگو، اصلا مهم نیست اسپویل، خیلی بده اصلا. باید ببینید اصلا دو نفر دارن با چاقو بازی ها هی میکشن، عصب افتضاح. بابا اون لحظه داشتم تصور میکردم که این کلا زخم کاری رو داریم به کوانتین تارانتینو نشون میدیم، چون تارانتینو همیشه فیلماش خشنه. مثلا من داشتم تصور کردم مثلا این چه نظری راجع به اون صحنه داره، اینا دارن با چاقو هم دیگه رو سعی میکنن بکشن. اینو گفتم تارانتینو آخر امسال احتمالاً فیلمش میاد و این فیلم میتونه آخرین فیلمش باشه، چون گفته همیشه گفته 10 تا فیلم میخواد بده، بعد الان 9 تا داده و آره خیلی دوست داره تو اوج خدافظی کنه، میگه که قشنگه. آره بعد احتمالاً آخر امسال روایت آخرش میاد بیرون. روایت آخرش قشنگ بود، خیلی خوب گفت. یه فیلم ایرانی هم ما دیدیم اسمشو یادم رفت، نه سریال ببخشید، شعب حسینی. نه داره میشه تحریمی هم اینا عدل شما گذاشتم. ایمان هم خوب دیستش کرد فکر کنم. ایمان اینا وای بدترین فیلم تاریخ ایرانه به قرآن. اون سریاله من یه فرهاد پیدا کنید، اصلا نمیخوام بگم اینقدر بده. کاراکتر وکیل رو داره بازی میکنه. آره باریکا ببین اتضاحترین به اومده وسترن باشه، بعد شعب حسینی در مثلا اصلا فکر کن سوتس رو دیدی؟ این داره سعی میکنه سوتس باشه، ولی واقعا ببین سریال اینجوری که ماشین بازیگر رو نشون میده که رنج روبره. ای بابا چرا با یه رنج روبر ایوک میاد چی مثلا چیکار داریم میکنیم تو ایران؟ آره مثلا خب حالا بعد از افتضاح بازی ها، افتضاح دیالوگ ها، افتضاح تصویر برداری، افتضاح ببینیم این گناه فرشته. آره آره گناه آره فرشته. هر چیزی که هست زخم کاری قیافه ایمان عالیه. واقعا بهتون صفر میدم، یعنی هر چیزی ریسپکت داشتم برای اون کست واقعا خیلی بده. ببین چی من نه من اینجام گرفت، گفت آخ اینجام گرفت برای کسایی که دارن فقط میشنن. فرزاد بعد اشاره به کتفش کرد، فرزاد رد بدی داده دوزه. من از این سریال بدم اومد وقتی دیدیم. بعد یه می‌بینی نه یه اپیزود دیدی آقا؟ هم ما هفت اپیزود دیدیم بعد دیگه نتونستم. هفت اپیزود دیدم، خیلی بد بود. زمان بدید همیشه بس. آره آفیس هم یکی دوتا سیزن اولش نمیگیره. ببین اصلا تو نمیتونی تصور کنی مثلا ایناست که میخواد میگم میخواد وسترن باشه، مثلا میاد از پایین. دیدی مثلا تو فیلم وسترن یارو بوتس یارو نشون میده با کفش مثلا له شده آشغال همون شاتو میخواد با جوراب پاریزی هم مثلا. اصلا ببین واقعا کارتون بد بود، یعنی به عنوان من اگه قرار بود فیلم برداری بکنم به خدا بهتر فیلم برداری میکنم. من که تا به حال یک دونه فیلمم اصلا تو ستش هم نبودم فیلم برداری نکردم. نه فیلم برداری هیچ اصلا تو ستش هم نبودم که بخوام مثلا افتضاح. واقعا افتضاح. آره زخم چیه خیلی هرس بود ان شاء الله.
اخم کاری رو بعیده کسی بیت کنه. و از سیزن 3 هم داریم فکر کنم این بیتش من اکسایتد یعنی من واقعا دعوتتون میکنم یک اپیزودو ببینید و ببینید که اینو بیت میکنه یا نه. فرشته ما یه اپیزود بزنیم همه با هم ببینیم اسکرینینگ باشه اون فیلم مزخرف. بعد سناریو آوت‌دیتد اصلا پشماتو میریزه، خیلی عجیب غریبه. خب بعد چی شد که اصلا افتادی توی این قضیه که ببینی؟ حسین یه گفتش که این جدید اومده میخوای ببینی، من گفتم ببینی، ولی اسکار رو دیدم. اسکار کسی دیده؟ برنامه جدید مهران مدیریه؟ نه اونم خوش ساخته. فیلم سریاله؟ نه گیم شو توریه. خودش هم میگه این یه کپی از یه برنامه دیگه است، برنامه خارجیه، تاسک مستر، و اونم نشون میده ولی خوش ساخت، جالبه. یه اپیزودش من بیشتر ندیدم، جالب بود. مهرمودی چه جوری الان؟ یه انسان دیگه داره گیتار میزنه با تیشرت آبی. آره همین میخوام ببینم. اون که AI بود. جدی AI بود؟ فکر کنم. چه جوری؟ نبود؟ والا تازگی ها من یه ویدیو دیدم رو ایکس توییتر سابق. یه دختری البته چند تا هن. بعد میبینی مثلا فکر میکنی از این مدلای اینستاگرامی دیگه. بعد پایینش نمیشه این مدل AI جنریتد AI ویدیوهای بعدی برای خودش اینستاگرام داره این AI که مدله. بعد تام کروز داره یه آره خیلی معروفه. اولین بار تام کروز این کارو کرد فکر کنم جدی من اصلا نمیدونستم و خیلی ویدیو میگه همش تام کروزه ولی تام کروز نیست AI. حالا من اینو مطمئن نیستم، یه جایی خونده بودم اصلا یادم نیست کجاست، پس اصلا کد نکنید منو، ولی من فکر کنم جایی خوندم که نشو مدیریه که آقای مدیریه که داشتن گیتار میزدن اصلا مدیریه هم تحریم کردیم آقای که برحال حالا یه رو فید بعد این موقع میاد. بعد ببندیم اپیزودو، تقریبا 50 دقیقه شده. چیزی دارید عد بکنی؟ هفته بعدو بذار آف اپیزود آف آره دیگه یه سری کامنت دارم بخونم. بخونید حتما. یه زمانی جالب هفته می آوردی کامنت. واقعتش رفتم سمت جالب، گفتم اولا که خودمون کانتنت جالب داره که ایمان گفته بود چی؟ یه قرارایی گذاشته بودی جالب. خیلی خودمون جالب، خیلی اخبارای زیادیه مثلا. خوبه دیگه، این خوبه. خب این که جالب آره، ولی انقدر زیاده من وقتی دارم اینا اخبار میونم یه ذره اوورول میشم، میگم کدومشو مثلا خود شما اوورول 5 تا 5 تا اول نه میدونی میمونی توش کدومو بیاری بخونیم ببینیم کامنت ها چیست. الان خود کوکیتلام تبدیل به میامی شده دیگه، فلوریدا و خود ایران اخبار بود، نیویورک اخبار بود، میدونی خدا رو شکر. آره ایران که بمب‌گذاری شد تو کرمان اون بود دیگه. چی داریم؟ این تونله بود که بچه‌ها میگفتن تونل توی نیویورک که اتفاق افتاد برای اون منطقه یا همه به تونل علاقه دارن. آخه اون منطقه ای نیستن، چرا میگی اون منطقه ای؟ چون خودشون اون منطقه ای میدونن. آها چون یهودی بود. آره دیگه اون منطقه ای. در مورد کام گرفتیم خود چی داره میشه؟ خب مگه داری قرائت میکنی نفس یه کامنتی خواهی بخواهی نیم خط ببین نیم خط یه خط تو سه حرفه داشتم با دوتا ایموجی ده تا کلمه هست دیگه اون نفسی که تو میگی بگو چی؟ حالا همه اینجا امشب پرفکت بودی در مورد این کامنت در مورد اپیزود کارونه، حالا یک و دوشو نمیدونم، نوشته با کارون موافق نیستم که بین احساسات فقط درده که عمیقه، لذت و شادی هم عمیقن چون اونا باعث معنا بخشیدن به درد میشن. زن زندگی آزادی نظرشون بوده. یه کامنت جالب گفتن که من در یک سیر تکاملی از قسمت اول که همون 7-8 سال پیش شنیدم. چند سال شد؟ 2017 13 آگست 2017 2024. آقای عمیق 6 سال خورده آره، گفته تو این سر تکاملی که قسمت اول رو شنیده، اول از فرهاد، بعد کارون، بعد ایمان، بعد فرهاد خوشم اومد. دوباره از فرهاد فرزاد تو خودت هم خودت قبول نداری آقا چی داره میشه؟ یعنی تو این کامنت دوبار دیز شدم، یعنی یه بار خودشو حذف کرد یه بار کامنت رو یاد اون جوکه افتادم دختره به پارتنرش گفت اگه مسابقات بازنده ها بود تو توش دوم میشدی
چرا چون بازنده دیگه، یعنی اونجا هم تو اول نمیشه. اون دو بار بذارید ادامه این کامنت رو بخونم داستان میشه. ولی خب ایشون منو آخر جدول گذاشتن دیگه. درست. خب ولی الان خب برسیم شما... به تهشو بگید. الان بعدش اومدید سر جدول. ولی خط بعدی میگم ولی الان خیلی لذت میبرم از فرزاد. میدونی چی شو؟ از فرزاد نیست. این جمله معنی نمیده. صحبت‌های خب دیگه من دارم نقل قول میکنم ازش. و از من خواستن که تاپیک خودم بیام و ما هم ازت اینو میخوایم. امیدوارم هفته دیگه گوش بدید. بگو چرا اینا مسائل چرا چیه؟ نه اینا مسائل پشت پرده است. ما همیشه قبل از اینکه سیزن شروع بشه یهو یه شوری ما رو میگیره، میریم میشینیم با بچه‌ها صحبت میکنیم که برای این سیزن چجوری میخوایم ما تحت دنیای پادکست فارسی رو پاره کنیم. بعد ایده ها مثلا جاری میشه و هر کی یه ایده ای داره و معمولا تقسیم وظیفه انجام میشه. بله می نویسیم اینا رو حتی. آره این سری دیگه خیلی مثلا چیز شدیم گفتیم بذار نوت برداریم، مثلا میتینگ مینتس جلسه رو داشته باشیم و اینا. بعد گفتیم آقا مثلا ماه تقریبا 4 هفته است دیگه. بعد من گفتم که من 2 اپیزود در ماه میارم. بله یعنی یه هفته در میارم مثلا. ایمان گفت یه دونه نه گفتم اپیزود نمیارم من صحبت های خودم. آره ولی گفتی آره مثلا لید میکنه صحبت های اپیزودو. الان 2 نفر رولشون یه 2 نفری که مونن یکیشون هم گفتش که منم یه اپیزود در ماه میارم. اون نفر آخرم گفت مثلا منم یه مزور میدارم میرم. بعد ما هنوز منتظریم که اون یه نفری که گفته اون اپیزودو بیاره موضوع برداره بره اپیزودو بیاره. نه اپیزود داره میاد. به سلامت. به سلامت. این داریم به قهقرا میریم. من احساس کنم هرچه سریعتر. آره دمتون گرم. داریم ولی ببندیم چون این دومی فقط چون اسمتو توش آره دیگه. یکی دیگه بخونید که بشه سه تا. اینم قشنگه. فرهاد توش نوشتن که کارو انقدر شبیه بابامه که وقتی بازادا رو نگاه میکنم معذب میشم. دمتون گرم که تا اینجا رو با ما بودید. مرسی که تا اینجا به حرفای ما گوش دادین. اگر که نمیدونم چجوری بماندم ببخشید دیگه. دمتون گرم. مرسی که تا اینجا بودین. تا اپیزود بعدی فعلا خدافظ. خدافظ. زن زندگی آزادی.